قسمت روش رایلی ریتس ترکیب شده با ضرب لاگرانج برای تئوری تیموشینکو هم در واقع نوشته شده و شما تو معادله 327 در واقع مشاهده میکنید که حالا فانکشنال تکمیلی به صورت یو ماکس منهای تی ماکس نوشته بشه، منهای حالا سامیشن لاندا آی ها در باندری کاندیشنز که حالا 4 تا شرط مرزی داریم و اینجا داده شده و اینجا حالا با استفاده از روش جداسازی متغیرها و استفاده از توابع پایه لوژاندر رو این کار رو انجام دادیم. تو قسمت قبلی برای تئوری رایلی و تئوری اویلر برنولی یک پولینومیال ساده در نظر گرفتیم، یک چند جمله ساده در نظر گرفتیم به عنوان حدس تابع خیز مجهول ما، ولی اینجا حالا این تابع رو اومدیم به صورت تابع لوژاند نوشتیم که حالا با توجه به نکاتی که قبلا برای لوژاند گفته شد داریم این کار رو اینجا انجام میدیم و مشاهده میکنید که در واقع این عبارت اول مربوط به یو ماکسیموم هست و این عبارت مربوط به تی ماکسیموم، یو ماکس منهای تی ماکس که بعد از جایگذاری اون سری هایی که برای دبلیو و برای سای ما فرض میکنیم که عرض کردم به صورت حالا با فرض کنید دبلیو رو ما به صورت سامیشن دبلیوی ام در واقع پی ام ایکس، پی ام هم تابع لوژاند هست و دبلیو اندیس ام هم منظورم در واقع همون ثوابت مجهول مربوط به خیز هست، برای سای هم به صورت سامیشن سای ام پی ام ایکس در نظر گرفتیم، تابعی که برای دبلیو و سای در واقع ما فرض کردیم توی بکارگیری روش رایلی ریتس ترکیب شده بزرگ لاگرانج برای روش برابرسا تئوری تیموشینکو و اون قیود مربوط به شرط مرزی هم که توی این انتهای رابطه 328 شما توی سمت راست مشاهده میکنید که با اکسترموم کردن این رابطه در واقع مشاهده میکنید که معادلاتی به این فرم تشکیل خواهد شد. حالا معادلات که به دست میاد رو ما میتونیم با در واقع روش های مختلفی در واقع باش برخورد کنیم و تحلیلش کنیم. حالا من توی مقالات خودم که در انتها اشاره میکنم، حالا اینا رو هم ما با در واقع به طور مختلف باش برخورد کردیم، هرچند جواب ها یکسان هست ولی خب نحوه مرتب کردن معادلات رو در مرز بناسن. شما اگر برای تئوری اویلر برنولی اگه دقت کرده باشین قسمت قبلی جایی که ما معادلات 308 رو به کار گرفتیم برای اکسترموم کردن اون فانکشنال تکمیلی رسیدیم به معادلات 309، این معادلات 309 رو اومدیم به فرم ماتریسی بازنویسی کردیم به صورت معادلات 310 که بعد دیگه انگار یه ماتریس کای تشکیل شد. رابطه 310 رو دارم عرض میکنم اگه کتاب رو نگاه کنید و یک ماتریس امی تشکیل شد که از حل این ما تونستیم فرکانس ها و مکی معادل ویژه هستن و به همین صورت شکل مات ها رو که اون ثوابت مجهول هستن رو در واقع محاسبه بکنیم. حالا اونجا به این صورت در واقع باش برخورد شده بود، اینجا داره به یک طور دیگه برخورد میشه، هرچند میگم عرض میکنم به اون همون قسمتی که به همون شکلی که تو معادلات 308 و 309 و 310 اشاره کردم هم میشد برخورد کرد، ولی حالا اینجا داره یک تکنیکی دیگه هم در واقع گفته میشه و به این صورت که در واقع خب وقتی رسیدیم معادلات 330 از 329 اکسترموم کردن رو انجام دادیم، رسیدیم به معادلات 330 ما میایم در واقع شبیه چیزی که توی حالا همون قسمت معادلات 309 هم اشاره کردیم، یعنی در واقع میایم مثل این هست که مثل این هست که از این رابطه بالا، از این رابطه اولی در واقع من از این رابطه 310 رو دارم عزمم 330 رابطه سطر اولش دارم عرض کنم، از این رابطه اول ما در واقع این پارامترهای مجهول سمت چپ رو محاسبه کنیم که حالا W0 تا WM سایه 0 تا سایه M هست، این رو به صورت A منفی 1 این ماتریس A که اینجا هست A منفی 1 ضرب در B ضرب در لامدا بنویسیم، بعد این مقادیر رو بیایم اینجا جایگزین کنیم که بشه در واقع عرض کنم که C در انگار A منهای 1 ضرب در B ضرب در واقع لامدا مساوی با 0 که بعد انگار تبدیل میشه به یک مسئله حالا تمامش کنم مقدار ویژه که خب برای حل اینم باید بگیم که حالا شبیه هم چیزی که اینجا در واقع اشاره میشه عرض میکنم
که برای حل این بایستی بگیم که چون این دی در داخلش در واقع اومگا دو رو خواهد داشت، برای اینکه حل در واقع غیر بدیهی رو به دست بیاریم بایستی دترمینان دی رو برابر با صفر قرار بدیم که فرکانس ها در واقع محاسبه شه. دارم عرض می‌کنم تو مقالات من اگر نگاه کنید که همین روش رایلی ریتز ترکیب شده بزاره بلاگرانج هست که در انتهای این فصل هم یه چند تا از مقالاتم رو معرفی خواهیم کرد برای مطالعه بیشتر شما، یا بالا مقالاتی که تو فصل بعدی هم فصل 4 هم خواهیم داشت، تو اینا وقتی معادلات رو به دست میاریم، یعنی وقتی اکسرمون میکنیم و میرسیم به این معادلات، حالا برخورد با این معادلات یا به همین روشی هستش که اینجا من عرض کردم، یا به روشی هستش که توی حل معادلات 308, 309 و 310 در واقع به کار گرفته شده برای تئوری اویلر برنولی. در این قسمت هم تئوری تیر برشی در واقع در نظر گرفته شده. خب واضح هستش که توی تئوری تیر برشی اون بخش انرژی پتانسیلش عین تئوری تیموشینکو هست، بخش انرژی جنبشی شبیه به تئوری اویلر برنولی هست که اینجا خوب داده شده و مشاهده میکنید، چون توی تئوری تیر برشی ما از اینرسی دورانی صرف نظر میکردیم دیگه، اینه که خب اینرسی دورانی رو توی تئوری اویلر برنولی ما صرف نظر کردیم که اینجا مشاهده میکنید که مجدد نوشته شده و انتگرال گیری جزء به جزء رو هم اینجا نوشتیم که برای عبارت‌های اول، دوم و سوم در واقع ایجاد خواهد شد و بعد از جایگذاری رابطه 334 در واقع بعد از اعمال این وریشن مرتبه اول توی معادلات 33 و ایجاد شدن اون رابطه‌هایی که اینجا شما مشاهده می‌کنید و اعمال یا جایگذاری این انتگرال گیری جزء به جزئی که توی سمت راست معادلات 334 شما مشاهده می‌کنید، می‌تونیم معادلات 335 رو به دست بیاریم که خب واضح هستش که معادلات حرکتش به این فرمی که میشه که شما مشاهده میکنید، شرایط مرزی هم بر اساس چیزی که تو معادلات 335 داده شده، شرایط مرزی هم دقیقا شبیه شرایط مرزی تیر تیموشینکو خواهد شد که در واقع تو این معادله 335 هم تو این عبارت اینجایی که من دارم اشاره میکنم شما حتما این رو مشاهده خواهید کرد. خب برای این روش رایلی ریتز ترکیب شده با ضرب لاگرانج عرض کنم خدمت شما که حالا در واقع برای هر چهار تئوری اویلر برنولی، رایلی، برشی و تیموشینکو کدهایی نوشته شده که این کدها در پیوست 15 در واقع در اختیار شما قرار داده شده. حالا بر اساس این نتایج، بر اساس این پارامترهای عددی، بر اساس این پارامتر عددی که اینجا تو معادله 337 شما مشاهده میکنید، نتایج اینجا ارائه شده که در واقع شما مشاهده میکنید که تست همگرایی کردیم برای سه فرکانس اول بر اساس تئوری تیموشینکو LVH 10 که می‌بینید اینجا وقتی برای مدهای بالا می‌خوایم در نظر بگیریم بایستی تعداد جملات رو بیشتر در نظر بگیریم تا جواب‌ها همگرا بشن، چیزی که ما قبلا تو روش رایلی ریتز هم در واقع همین نکته رو اشاره کردیم، برای مدهای بالا ما با تعداد جملات بیشتری نیاز داریم برای همگرایی پاسخ. توی شکل 37 هم سه فرکانس اول بر اساس تئوری اویلر برنولی و تیموشینکو ارائه شده که مشاهده میکنید در واقع اینجا مدهای اول هستن که در واقع برای LBH بالا در واقع کمتر به همدیگه نزدیکن، ولی در واقع برای مد دوم که اینجا مشاهده میکنید و مد سوم، برای اینکه اویلر و تیموشینکو تو مدهای دوم و سوم جواب‌های نزدیک به همی بدن بایستی LBH رو خیلی بیشتر در واقع در نظر بگیریم. این در نظر داشته باشید که توی این مدهای بالا اگر قرار باشه که اویلر و تیموشینکو در واقع نتایج یکسانی بدن یا خیلی نزدیک به هم بدن، حتما بایستی LBH عدد بسیار بزرگی باشه، طوری که شما توی این نتایج این قسمت هم توی شکل 37 همین رو مشاهده میکنید. و یک سری در واقع فرکانس ها، فرکانس مد اول برای LVH های مختلف که اینجا شما مشاهده میکنید، LVH 5، 10، 15، 20، 25 و 30 که فرکانس اصلی رو دادیم برای تئوری های مختلفی که شما اینجا مشاهده میکنید. خب در قسمت انتهایی در واقع انتهای این فصل در واقع ما یه توضیحی، یه نکته‌ای در واقع در مورد متهای ارتعاشی مربوط به خیز و دوران ناشی از خمش در تئوری تیر تیموشینکو در واقع ارائه کردیم. در واقع اینجا هم این نکته مهمی اشاره شده و خواهش می‌کنم این قسمت رو هم با دقت در واقع دنبال بکنید.
ما توی حل تحلیلی حالا تیر تیموشینکو که میخواستیم عرضم خدمت شما که فرکانس ها رو محاسبه کنیم برای تیری که در واقع دو انتها شرط مرزی ساده هست، رسیده بینیم به معادلات 294. خواهش میکنم تو متن کتاب معادلات 294 رو نگاه کنید که اینجا حالا مجددا تکرار شده تو معادله 338. این معادله 338 همون اینن معادله 294 هستش که قبلا تو حل تحلیلی برای ارتعاش آزاد تیر تیموشینکو در واقع کار رو انجام داده بودیم. این معادله 338 در واقع به خاطر حالا اومگا ان به نمای 4 که توی این معادله هست، 4 تا ریشه داره، 2 تا ریشه مثبت، 2 تا ریشه منفی، که حالا به لحاظ عددی اندازه اون 2 تا ریشه منفی با اون 2 تا ریشه مثبت در واقع برابر خواهد شد. فرکانس ها رو ما حساب کردیم برای مقادیر عددی که توی معادله حالا 337 داده شده، یعنی بر اساس در واقع این مقادیر عددی که اینجا مشاهده میکنید، اینجا بر اساس این مقادیر عددی و نسبت لاغری LVHC البته و تو این جدول، اینجا نتایج فرکانسی برای موتای اول و دوم در واقع ارائه شده که شما میبینید تو روش رایلی ریتز ترکیب شده با ضرب لاگرانج برای تیر تیموشینکو و ریشه های مثبت معادله 294 یا همین معادله 338 که توی قسمت قبلی توی اسلاید قبلی داشتیم و میبینید که برای مود اول، برای مود اول و مود دوم، برای مود اول منظورم اینه که توی در واقع قسمت قبلی توی معادله 338 ما بیایم n رو 1 جایگزین کنیم، این دو تا پاسخ به دست میاد 16.2697 و 10117.12 از اون معادله 338 یا حالا 294 و همینطور اگر n رو 2 جایگزین کنید این دو تا عدد به دست میاد، یعنی 64.7169 و 10173.6882. از روش رایلی ریتز ترکیب شده با ضرب لاگرانج هم این عددها به دست میاد که ببینید خیلی نزدیک هست به عددهایی که از معادله 294 یا 338 در واقع به دست میاد. حالا بگیم خب وقتی n 1 هست تو معادله 294 حالا یا 338، وقتی n 1 دو تا پاسخ به دست میاد، وقتی n 2 دو تا پاسخ، این دو تا پاسخ داره چی رو نشون میده؟ که ما تو روش رایلی ریتز ترکیب شده با ضرب لاگرانج هم این عدد رو در واقع به دست میاریم. اینو بعد اشاره کنیم که در واقع حالا به این شکل متا، وقتی شکل متا رو رسم کنیم با استیما این نکته رو اشاره کنیم که مثلا فرض کنیم مثلا تو اون عدد 16.2697 که از روش در واقع از اون معادله 294 یا 338 به دست میوردیم، ببینید که شکل متا رسم شدن، این خط ضخیم مربوط به در واقع دامنه ارتعاش خیس هست و خط چین مربوط به دامنه ارتعاش دوران ناشی از خمش هست، یعنی اینا مربوط به W، اینا مربوط به سای هست که مشاهده کنید که توی مود اول ببینید که توی این عدد 16 و خورده ای در واقع مربوط به مود خیس هست که اینجا مشاهده میکنید، اون 10098 که حالا اینجا داده شده، 10098 که از روش رایلی ریتز ترکیب شده و لاگرانج دست آوردیم و شکل مودش رو رسم کردیم، میبینید که اینجا در واقع مربوط به سای هست، این خط چینی که مشاهده میکنید اینجا در واقع مربوط به سای هست، یعنی در واقع اینجا که ما دو تا عدد به دست میاریم تو مود اول، یکیش مربوط به W و دیگری مربوط به سای هست. برای مود دوم هم همینطور، برای مود دوم مشاهده میکنید که برای عدد 64 خورده ای این عدد در واقع به این صورت شکل متا رسم میشه که باز معلومه که W غالبه، پس در نتیجه 64 خورده ای مربوط به ارتعاشات مربوط به خیس هست و این عدد 10117 مربوط به ارتعاشات دوران ناشی از خمش هست که حالا این نکته بودی که اینجا بخواستیم در موردش ما صحبت کنیم. در انتها هم من سه تا از مقالاتم که حالا این متدی که در انتها تشریح شد، روش رایلی ریتز ترکیب شده با ضرب لاگرانج رو حالا با یک باز بیان دیگه که اونجا استفاده می کردیم من اینجا خدمت شما ارائه کردم و در واقع دعوت میکنم که این مقالات من رو مطالعه کنید، دانلود کنید و مطالعه کنید. مقاله‌ای که در سال 2012 در واقع چاپ کردیم و تو این مقاله ارتعاش آزاد یک تیر کامپوزیتی چند لایه رو
بر اساس تئوری برشی مرتبه اول که همون حالا با در نظر گرفتن اثر برش و اینرسی دورانی هست در واقع ارائه کردیم با همین روش حالا رایلی ریتس ترکیب شده بزاره لاگرانج که حالا بیانش بیان دیگه است و در واقع دعوت میکنم حتما نگاه کنید، هرچند حرف همشون به عبارت یکسانه ولی بیانهای مختلف. تو سال 2013 هم یه مقاله دیگه ای من چاپ کردم توی ژورنال کامپوزیت پارت بی که اینجا در واقع یک حل نیمه تحلیلی ارائه کردیم برای یک تیر کامپوزیتی چند لایه بر اساس تئوری تیموشینکو با یک در واقع عرض می‌کنم شما که حالا دیلامینیشن یا حالا تورق ما بهش میگیم ورقه ورقه شدن لایه‌ها سازه‌های در واقع لامینیت چند لایه که یک ترک بین لایه‌ای یا اصطلاحاً همون دیلامینیشن داریم، یک ترک بین لایه‌ای یا دیلامینیشن که حالا اونجا هم بحث این بوده که در واقع ما برای اینکه تحلیل رو انجام بدیم اونجا واقعا به کارگیری روش رایلی ریتس کلاسیک برای این مسئله که اینجا دارم اشاره میکنم برای مقاله‌ای که حالا توی کامپوزیت پارت بی ما چاپ کردیم سال 2013 اونجا خیلی سخت بود، به خاطر اینکه ما یه تیری که ترک داره رو حالا چه لامینیت باشه چه عادی اینو میایم به اصطلاحاً چند ساب بیم تیر فرعی تقسیم میکنیم و اینجا واقعا به کارگیری روش رایلی ریتس کلاسیک به خاطر اینکه چند ساب بیم داریم هر کدوم از این ساب بیم‌ها رو اگه بخوایم با استفاده از روش رایلی ریتس کلاسیک خیزهاشون رو و پارامترهای دیگه رو حدس بزنیم به این سادگی ها امکان پذیر نبود. اینه که تو این مقاله خیلی خیلی خوب شد که ما اومدیم سراغ روش عرض می‌کنم شما که رایلی ریتس ترکیب شده با ضرب لاگرانج و تونستیم خیلی خوب در واقع شخصای ارتعاشی تیری که در واقع یک ترک بین لایه‌ای داره رو در واقع ما انجام بدیم و مشخصات ارتعاشیش رو به دست بیاریم. یا توی مقاله دیگه که تو سال 2015 من چاپ کردم اینجا هم یه حل مالا تحلیلی بهتر بگیم یا نیمه تحلیلی به عبارتی برای پیدا کردن مشخصات ارتعاش آزاد یک تیر کامپوزیتی چند لایه با ترک ولی دوار در واقع روتیت میکنه به دست آوردیم و اینجا هم از همین روشی که من عرض کردم در واقع استفاده کردیم، هرچند اینجا یک روش فاینایت المنت هم ارائه شده ولی خب یعنی یه مدل المانی هم ارائه شد، اما خب باز عرض من بیشتر اینجا در واقع تاکید روی روش رایلی ریتس ترکیب شده با ضرب لاگرانج هست که دعوت میکنم این سه تا مقاله رو نگاه کنید، هرچند مقالات دیگه من هم دارم توی این زمینه در مورد تیرها، البته حالا صفحات رو که توی فصل بعدی در مورد صحبت خواهیم کرد، اما برای تیرها مقالات دیگه هم هست، حالا توصیه میکنم جستجو کنید لطفا و مقالاتی که هست رو مطالعه کنید که تسلط شما روی این مطالبی که اینجا داره گفته میشه در واقع افزایش پیدا کنه. خب اجازه بدید من در واقع این ویدیو رو مربوط به این جلسه رو تا اینجا که مربوط به انتهای فصل سوم هست دیگه به پایان برسونم و در ویدیوی بعدی در جلسه آینده ایشالله به این سراغ معادلات صفحه و روش های حل اون رو بر اساس روش انرژی. تا جلسه آینده خدا نگهدار.